بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة القارعة بيان أحوال روز القيامة وأحوال مردم در آن روز. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة آن حادثه هراس‌انگیز و کوبنده یعنی قیامت که دلها را با هولناکیش میکوبد عالم را به آوازش تکان می‌دهد، مردم را غافلگیر می‌نماید و عقل‌ها را دهشت می‌افکند، زیرا بزرگترین حالت و سخت‌ترین غم و اندوه است. القارعه حادثه هراس‌انگیز و کوبنده چیست؟ یعنی چقدر حادثه بزرگ و عظیم و غم و خطرناک است، چه اندازه وحشتش سخت و وقوع یافتن آن امر بزرگ است. بله، بلندتر از آن است که وصف کرده می شود. و ما ادراک ما القارعه و تو چی می دانی که آن حادثه هراس‌انگیز چیست؟ یعنی چی چیز تو را به آن دانا ساخته است؟ بله، تو به احوال دشوار، حادثه های ترساور و به موقف غافل کننده اش آگاهی نداری. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث روزی که مردم مانند پروانه ها پراکنده می شوند، یعنی در آن روز مردم از بسیار بودنشان هولناکی و ترس، داد و فریاد، پراکندگی آنها مانند پروانه های هستند که در آتش افتاده باشند، زیرا فکرها ربوده شده و اندیشه و عقلها به حیرت افتاده است. و تکون الجبال کالعهن المنفوش و کوها مانند پشم رنگین می گردند، در آن کوها مانند پشمی حلاجی شده هستند و چون غبار در هوا پراکنده اند، زیرا سخت تکان می خورند، از جای خود کنده می شوند و از جای خود به دور می افتند. فاما من ثقلت موازینه پس اما هر کس که پاله ترازی او سنگین باشد، یعنی کسی که ترازوی حسنات او، عملهای نیک او سنگین باشد، یعنی آنگاه هر کس که حسناتش در ترازوی عملش وزنین آید، عملهای نیکش بیشتر باشد و کارهای خیرش زیاده گردد، پاک از گناه و سبب خرسندی او است. برخوردار از زندگانی پسندیده است، یعنی او در زندگانی پاک و با عزت در بهشت های پر از نعمت در جایگاه راستین و مقام امن در مجلس سلامتی و محل انس با شادمانی و کامرانی و در نور و خرسندی بسر می برد. و اما هر کس که پله ترازی او سبک باشد، یعنی اما کسی که ترازی حسناتش سبک باشد، پله اعمال خیرش با علت کمبودی حسناتش وزنینی نداشته باشد، بلکه گناه های او بسیار باشد که دور از رحمت پروردگار شده باشد و وای باد بر حالش از آنچه که در انتظار اوست. بداند که بازگشت او به سوی دوزخ خواهد بود، یعنی کوشش چنین کسی به اثر مانده، خوری نصیب او شده است. دوزخ جایگاه او گردیده و آتش منزلگاه او است، چون با سبب گناهگاری الله سبحانه و تعالی هلاکش کند
و این جایگاه او به آن سبب است که به آن سبب هاویه نامیده شده است که صاحبش را به قعرش فرو می‌برد. و تو از کجا دانی که آن چیست؟ یعنی چی می دانی که هاویه چیست؟ براستی که اهلش را از سطح آن به قعرش فرو می برد تا عذاب سخت را دریابند. آتشی که زبانه دارد، یعنی هاویه آتشی سوزان، برافروخته می شود و پایدار است. شعله‌اش خاموش نمی‌گردد و حرارت آن سرد نمی‌گردد.